خب ببینید، تشخیص کیفیت یه سیستم زمانیه که طلا رو در صد در عمق میگیره. خب کیفیتش مشخص شد، توانایی داره فلزات و طلا رو در عمق میگیره تفکیک کنه، چه تصویریش چه آنتنیش. ولی آیا همین کیفیت و همین مهارت و اپراتور در صحنه اصلی کار داره که حتی با یه دستگاه پالسی وی ال اف تی آر بی اف او یا مغناطیسی یا بوغی صوتی یا نوع صدای فلزات رو بتونه تشخیص بده؟ خب این مهارته، این کسب مهارته که کسی میتونه در نوع سیستم پالسی هم از روی صداها یا مغناطیسی یا وی ال اف تی آر هدف رو تشخیص بده. خب این دیگه در اختیار اون اپراتور است، چون سیستم الان داره فلز رو میگیره. حالا در عمق شاید پالسی وی ال اف تی آر بی اف او زیاد طلا رو نگیرن، 50-60 سانتی نگیرن، حداقل تغییر صداشو باید تشخیص بدن. در تصویری هم به همین صورته. شما اون چیزی رو که تعیین میکنید در یک سیستم تصویری برای گرفتن تصویر، خب فیلترش، آنالیزش و تنظیمات قبل تصویرگیریش مطرحه. عدد ویدیوهای در همه سیستم‌های مغناطیسی یا فرکانسی هست، ولی بکارگیری اون مطرحه. در آنتنی‌ها جداسازی، تفکیک، تشخیص، نوع مختصادیابی و گرفتن مرکز هدف یا نوع ضبط‌درها، اینا موضوعاتیه که مطرح میشه. پس تشخیص کیفیت یک سیستم در زمان تمرین که طلا در عمق میگیره یا در سطح میگیره یا به نسبت طراحیش میگیره مشخص میشه. حالا دیگه مهارت اپراتوره که باید ببینید چجوری عدد ویدیوهای تنظیم میکنه، چجوری تصویرگیری میکنه، به چه صورت فیلتر رو آنالیز میکنه و به چه صورت اهداف رو میتونه از منابع یا ذرات مزاحم تشخیص بده. حتی در کالر پروها، در پارسی وی ال اف تی آر، در تصویری هایی که با برنامه تفکیک رنگ کار میکنه، اینا همه اون مهارت اپراتوره که در زمان تمرین به دست آورده و در در تنظیمات یا در عمل کردی که داره در صحنه اصلی کار به کار میبره باید بهترین کیفیت رو داشته باشه تا بتونه مرکز هدف رو بگیره، تفاوت ذرات مزاحم رو تشخیص بده و متوجه شه که آیا هدف اصلیه یا منابع دیگه است. پس همه اینا اصولیه که باید اپراتور یاد گرفته باشه در صورتی که اون سیستم الان فلز طلا رو در عمق بگیره، تفکیک کنه، جدا سازی کنه. این نشانه کارشه، نشانه تواناییشه. و اینکه آیا با لیزر کار میکنه یا با اولتراسونیک کار میکنه یا با هر منبعی که کار میکنه، مهم اینه که الان اون فلز رو داره زیر زمین طلاها رو میگیره، در عمق میگیره و تفکیک میکنه. حالا پالسی وی ال اف تی آر بی اف او در عمق کم میگیرن، ولی بالاخره میگیرن. روی اینم بعد اپراتور مهارت داشته باشه. اصل کار یه سیستم اینه که یابنده بودنش مشخصه و تواناییش مورد بحث و بررسی قرار بگیره و دیگه بررسی عمقش بستگی به کیفیت گرفتن طلا در عمق در زمان تمرین داره. صحنه اصلی کار مهارت اپراتور و نحوه عملکردش که میتونه تعیین کنه چه عملیاتی رو داره انجام میده تا بتونه ذرات مزاحم از هدف اصلی جدا سازه.